عراق در حالی در 31 شهریور 1359 به ما حمله کرد که قبل از اون آمریکایی‌ها سر قضیه لانه جاسوسی ما رو تحریم کرده بودند. وقتی سال اول جنگ قضیه گروگان‌ها حل شد و آمریکا تحریم‌هاش رو لغو کرد، همه فکر کردن تحریم‌ها دیگه بر نمی‌گرده، اما اینطور نبود. ششم آبان 1362 کامیون زرد بزرگی خودش رو با 1800 کیلوگرم مواد منفجره به ساختمان استراحت و کار تفنگداران آمریکایی بیروت کوبید و اون رو به گورستان 241 آمریکایی تبدیل کرد. آمریکایی‌ها همون روز اول ایران رو متهم کردند. بعد هم دوباره تهدید و تحریم شروع شد. امام گفت ما در انفجار دست نداشتیم، اما خوشحالیم که شما بت‌های پوشالی را شکسته ایم و دیگران هم جرأت می‌کنند علیهتان کاری کنند. جنگ سلاح می‌خواست و آمریکایی‌ها عملیات استانج را طراحی کردند تا مسیر دستیابی ایران به سلاح طولانی‌تر بشه. ریچارد مورفی، معاون وقت وزارت خارجه آمریکا، میگه آمریکا برای جلوگیری از صدور اسلحه به ایران با 20 کشور تماس رسمی گرفته است. سلاح‌های بی‌کیفیت با قیمت بالاتری به ایران می‌رسید. در نتیجه ایرانی که فقط ژسه و تیربار MG3 رو مونتاژ می‌کرد و چند نوع فشنگ ساده می‌ساخت، مهمترین مشکلش تأمین سلاح شد. سوم بهمن 1362 وزارت خارجه آمریکا ایران رو به فهرست کشورهای حامی تروریسم بین‌المللی اضافه کرد تا از صادرات شرکت‌های بین‌المللی که خیلیشون هم آمریکایی بودند به ایران جلوگیری کنند. واینبرگر، وزیر دفاع آمریکا، میگه اگر تحریم اجرا شود، ریشه توانایی ایران برای ادامه جنگ به سرعت خشک می‌شود و در واقع ریشه موجودیت ایران هم به عنوان یک ملت به خشکی می‌گراید. اما در اسفند همون سال با انجام عملیات خیبر، جزایر مجنون رو گرفتیم. در این عملیات از مهمترین دلایل موفقیت ما پلی بود که نیروهای جهاد خودشون اون رو ساختن که با آب بالا و پایین رفت و هر جاشو که منفجر میکردن سریع میشد بازسازیش کرد. دهم فروردین سال 1363 وزارت بازرگانی آمریکا صادرات انواع هواپیماهای بسیار سبک، گلایدر، پهپاد، بالگرد و هر چیزی که به اونها ربط داره رو ممنوع کرد. اما ما با امید و تلاش ناوگان هواپیماییمون رو گسترش دادیم. از طرفی هواپیماهای شرقی رو در آسمان سوختگیری کردیم، به طوری که لیبی و حتی چین هم از ما خواستند روشمون رو براشون بگیم. سال 64 در مرز عراق و کویت عملیات کردیم و به مرز کویت رسیدیم. کشورهای غربی و عربی ترسیدن و حمایت‌هاشون از عراق چند برابر شد. رئیس استخبارات عراق میگفت با عکس‌های آمریکایی ما شماره پلاک ماشین‌های ایرانی رو هم داشتیم. دوران جنگ عراق هر وقت در جبهه کم می‌آورد به شهرها موشک می‌زد. ما موشک نداشتیم بزنیم و تحریم بودیم. مدتی لیبیایی‌ها اومدن و خودشون از طرف ما به عراق موشک شلیک کردن که البته با فشار آمریکا و شوروی رفتن. تهرانی مقدم گروهی رو منسجم کرد روی موشک کار کنه. اوائل سال 63 بعضیاشون رو برای آموزش به سوریه فرستاد. سوری‌ها گفتند این آموزش‌ها حتی برای مهندس‌ها 3 سال طول می‌کشه. اما تهرانی مقدم طوری برنامه‌ریزی کرد که کار رو 3 ماه جمع کرد و در نهایت صبح روز دوم عملیات کربلای 5 یعنی 20 دی ماه 1365 ستاد فرماندهی نیروی هوایی عراق رو زدیم. فشار بر ایران خیلی بیشتر شد. دهم اسفند 65 ریگان با استناد به دستورالعمل ماده 481 قانون کمک‌های خارجی مصوب 1961 ایران رو در لیست کشورهایی که در ترافیک مواد مخدر درگیرند قرار داد تا بانک‌ها و مؤسسات سرمایه‌گذاری خارجی نتونن در ایران سرمایه‌گذاری کنن. عراق رو هم تجهیز کردند تا به نفتکش‌ها و تأسیسات نفتی ایران در دریا حمله کنه. ایران عکس‌العمل نشون داد و نفتکش‌های کشور حامی عراق کویت رو تهدید کرد. کویت از شوروی و آمریکا خواست نفتکش‌هاش رو اسکورت کنند، اما ایران نفتکش رو زد و چند موشک هم به ترمینال نفتی کویت پرتاب کرد. در عوض آمریکایی‌ها تلاش کردند ما رو بیشتر تحریم کنند.
یکم آبان صادرات 15 نوع کالا به ایران با فناوری پیشرفته ممنوع شد. در سالهای جنگ می گفتند تا موقعی که نفت از ایران صادر میشه جنگ ادامه خواهد داشت. بنابراین همه کار کردند تا جریان صدور نفت ایران رو قطع کنند. چه تحریم، چه پایین آوردن قیمت نفت، چه ناامن کردن خلیج فارس برای نفتکش‌ها. اما ایران تا روز آخر جنگ نفت رو صادر و جنگ رو اداره کرد. در نهایت با صدور قطعنامه 598 جنگ پایان یافت و ایرانی ها نشون دادن در همه زمینه ها می جنگند تا به هدفشون برسند.